به اسپوکن تیوتوریل در Underwater Animation با استفاده از سینفیک خوش آمدید. در این آموزش ما با تصاویر متحرک در سینفیک آشنا می شویم. ما وارد کردن PNG و SVG را یاد خواهیم گرفت. تصاویر را با استفاده از Distortion Animate کنید. Noise Gradient را اضافه کنید. و از گزینه Random برای Random Animation استفاده کنید. با استفاده از موارد فوق یاد می‌گیریم یک انیمیشن زیر آب ایجاد کنیم. برای ضبط این آموزش منم Ubuntu Linux 14.04 OS و Synfig Studio نسخه 1.0.2 استفاده می‌کنم. ما در Synfig Interface هستیم. من فایل سینفیگ را با نام Underwater Animation ذخیره کردم. لطفاً شما نیز همین کار را انجام دهید. حالا ایجاد کردن انیمیشن زیر آب را شروع می کنیم. برای انیمیشن زیر آب به یک زمینه، تعدادی حباب و تعدادی گیاهان آبی احتیاج خواهیم داشت. ما همچنین به بعضی از موجودات مانند ماهی، قورباغه، خرچنگ و غیره احتیاج خواهیم داشت. برای ساخت این انیمیشن از تصاویری که قبلاً ایجاد کردم استفاده می کنم. برای تمرین می توانید از تصاویر ارائه شده در لینک کد فایلز این آموزش استفاده کنید. زمینه 8 پا، گیاهان آبی، حباب، ماهی به عنوان تصاویر PNG، قورباغه و خرچنگ به عنوان تصاویر SVG. وارد کردن تصاویر PNG را برای انیمیشن زیر آب خود یکی یکی شروع می کنید. برای این کار به فایل بروید و بر روی ایمپورت کلیک کنید. روی دسکتاپ کلیک کنید و دوبار روی Underwater Animation کلیک کنید. Background PNG رو انتخاب کنید. سپس بر روی ایمپورت کلیک کنید. ما تصویر را روی کنواس به دست می آوریم. به همین روش Water Plant Fish 1, Fish 2, Octopus, Frog, Crab, Bubbles را وارد کنید. باید در لیرز پنل لیستی مانند این را ببینید. برای ایجاد گروه جداگانه از هر گرافیک مانند پلانت، فیشوان و غیره لایه‌های وارد شده را به ترتیب انتخاب کنید. سپس بر روی لیر کلیک راست کنید، گروپ لیر را انتخاب کنید. همانطور که نشان داده شده این گروپ لیرز را دوباره نام می دهیم. به کنواس برگردید، مقادیر تمام تصاویر را تنظیم کرده و صحنه زیر آب را مطابق شکل زیر مرتب کنید. گاهی اوقات هنگام وارد کردن پرونده SVG ممکن است خطاهایی در سینفیگ نشان داده شود. همانطور که می‌بینید در اینجا قورباغه چشم ندارد. بنابراین من دوباره آن را رسم می‌کنم. به تایم ترک پنل بروید. تایم کارسر را روی Start Frame قرار دهید. Turn on Animate Editing Mode Icon را کلیک کنید. به Layer پنل بروید. مثلث را برای گسترده کردن Fish 1 Group Layer کلیک کنید. بر روی Fish 1 Layer PNG کلیک راست کنید. به New Layer بروید. Distortion را انتخاب. Twirl را کلیک کنید. اکنون قسمت دوم ماهی را انیمیت می کنیم. به کنواس برگردید، همانطور که نشان داده شده، Twirl Effect را اعمال کنید. Twirl را تنظیم کنید. حالا نشانگر را به قاب 10 منتقل کنید، به کنواس برگردید. Twirl Effect را می توان با حرکت دادن دسته های Twirl که همان نقطه های آبی است انجام داد. مقدار روتیشن را منفی 50.60 درجه می بینیم. کارسر را به قاب های 18 و 24 یکی یکی منتقل کنید و همین مراحل را تکرار کنید. به ترتیب میزان چرخش ها را به 32 و منفی 5 درجه تغییر دهید. به همین ترتیب برای متحرک کردن باله های فوقانی و تحتانی ماهی دوبار Twirl Effects را می دهم. برای تکرار انیمیشن تا آخر باید یک تایم لوپ بدهیم. برای آن بر روی بالاترین لایه، لایه فیش گروپ کلیک راست کنید. حالا به نیو لیر بروید، سپس آدر و بر روی تایم لوپ کلیک کنید. به لیرز پنل بروید و فیش لیر را انتخاب کنید. به تایم ترک پنل بروید و کارسر را روی قاب صفر قرار دهید. ماهی را همانطور که نشان داده شده حرکت دهید. به تایم ترک پنل بروید و کارسر را روی قاب صفر قرار دهید.
ماهی را همانطور که نشان داده شده حرکت دهید. به همین صورت فیش دور را نیز متحرک می کنیم. فایل خود را ذخیره می کنیم. حالا پنجه های خرچنگ را متحرک می کنیم. به لیرز پنل بروید. برای گسترش لایه کرپ گروپ روی مثلث کلیک کنید. در اینجا من نیاز به گروه های جداگانه برای قسمت های مختلف خرچنگ دارم. سپس قسمت اول کلاو 1 را انتخاب کرده و بر روی آن کلیک راست کنید. به نیو لیر بروید و سپس به ترانسفورم و روی روتیت کلیک کنید. دسته چرخش را همانطور که نشان داده شده تنظیم کنید. به تایم ترک پنل بروید و نشانگر را روی فریم 10 قرار دهید. حالا به پارامترز پنل بروید و روتیت اماونت را به 18 درجه تغییر دهید. دوباره به لیرز پنل بروید، قسمت دوم کلاو 1 را انتخاب و بر روی آن کلیک راست کنید. به نیو لیر بروید و سپس ترانسفورم و روی روتیت کلیک کنید. روتیت هندل را همانطور که نشان داده شده تنظیم کنید. به تایم ترک پنل بروید و نشانگر را روی فریم 10 قرار دهید. به پارامترز پنل بروید و روتیت اماونت را به منفی 7 درجه تغییر دهید. به همین صورت کلاو 2 را انیمیت کنید. بعد چشم خرچنگ را متحرک می کنید. به لیرز پنل بروید و آی گروپ لیر را باز کنید. با استفاده از کنترل کی قسمت‌های سیاه و سفید هر دو چشم را انتخاب کنید. به تایم ترک پنل بروید و کارسر را روی فریم 9 قرار دهید. حالا به کنواس بروید و قسمت‌های سیاه هر دو چشم را همانطور که نشان داده شده حرکت دهید. دوباره به تایم ترک پنل بروید و نشانگر را روی فریم 18 قرار دهید. به کنواس بروید و قسمت‌های سیاه هر دو چشم را همانطور که نشان داده شده حرکت دهید. برای تکرار انیمیشن تا آخر تایم لوپ را اعمال کنید. دوباره فایل خود را ذخیره می‌کنیم. سپس دهان و زبان قورباغه را انیمیت خواهیم کرد. برای انجام این کار ابتدا به لیرز پنل رفته و لایه فروگ گروپ لیر را باز کنید. لایه های دهان و زبان را انتخاب کرده و آنها را با هم گروه بندی کنید. این گروه را ماونت اند تانگ می نامیم. به لیرز پنل بروید و دهان قورباغه را انتخاب کنید. سپس به تایم ترک پنل بروید، کارسر را روی قاب 23 قرار دهید. نوتس لایه را همانطور که نشان داده شده حرکت دهید. به لیر پنل بروید و این بار زبان قورباغه را انتخاب کنید. حالا به تایم ترک پنل بروید و کارسر را روی قاب 23 قرار دهید. به پارامترز پنل بروید و با کلیک کردن روی نماد مثلث گروه ورتیسز، گروه ورتیسز را باز کنید. شماره ورتکس را 1 انتخاب کرده و بر روی آن کلیک راست کنید. بر روی گزینه مارک اکتیو پوینت از آف کلیک کنید. همین کار را برای ورتکس های شماره 2 تا 12 در همان کی فریم انجام دهید. به لیرز پنل بروید. Water Plant PNG Layer را کلیک راست کنید. به نیو لیر بروید. سپس به Distortion و Twirl را کلیک کنید. به Time Track پنل بروید و نشانگر را روی قاب 13 قرار دهید. به Parameters پنل بروید. مقدار Rotation از Twirl را به 23 درجه تغییر دهید. به قاب 25 بروید. در اینجا مقدار Rotation از Twirl را به منفی 9 درجه تغییر دهید. یک بار دیگر فایل را ذخیره کنید. در مرحله بعد 8 پا را متحرک خواهیم کرد. اکتوپوس گروپ لیر را انتخاب کنید. به کنواس بروید و اکتوپوس را بر کی فریمز 0, 75, 135 و 185 حرکت دهید. به لیرز پنل بروید و اکتوپوس پی ان جی لیر را انتخاب کنید.
آن لایه را کلیک راست کنید. حالا به نیو لایر بروید. سپس دیستورشن و استرچ را کلیک کنید. به تایم ترک پنل بروید و کارسر را در فریم 138 قرار دهید. به کنواس برگردید. نقطه نارنجی را حرکت دهید تا استرچ افکت را روی تصویر 8 با اعمال کنید. به همین ترتیب کارسر را روی 145, 150, 160, 168, 172 قرار دهید و نقطه نارنجی استرچ را حرکت دهید. سپس بابل لیر را انتخاب کنید، بر روی آن کلیک راست کرده و به نیو لیر و سپس ترانسفورم بروید. روی ترانسلیت کلیک کنید. به پارامترز پنل بروید و روی اوریجن کلیک راست کنید. سپس به کانورت بروید و رندوم را کلیک کنید. به پنل لایه ها بروید. بابل لیر را انتخاب کرده. آیکون دوپلیکیت لیر را کلیک کنید. سه بار دیگر تکرار کنید و حباب ها را مطابق شکل زیر مرتب کنید. به پنل لایه ها بروید، بالاترین لایه را انتخاب کنید، بر روی آن کلیک راست کرده و به نیو لایر و سپس گریدینت بروید. بر روی نویز گریدینت کلیک کنید. به پارامترز پنل بروید، اماونت را به 0.5 تغییر دهید. بلند متد تو ملتیپلای را تغییر دهید و سایز را به 60 تا 300 پیکسل تغییر دهید. به تایم ترک پنل بروید و کارسر را روی قاب 200 قرار دهید. به پارامترز پنل بروید، مقدار رندوم نویز سیتز را افزایش دهید. در آخر فایل را ذخیره کنید. به فایل بروید و رندر را کلیک کنید. به رندر سیتینگ ویندو بروید، چوز را کلیک کنید. پسوند را به AVI تغییر دهید. به منوی کشویی تارگت رفته و FFmpeg را انتخاب کنید. روی End Time کلیک کرده و آن را به 200 تغییر دهید و رندر را کلیک کنید. برای دیدن انیمیشن به دسکتاپ بروید. underwateranimation.avi را انتخاب کنید. روی آن دوبار کلیک کنید. به پایان این برنامه می رسیم. خلاصه می کنیم در این آموزش در مورد انیمیشن underwater در سینفیک یاد گرفتیم. همچنین یاد گرفتیم PNG و SVG فایل را وارد کنیم. با گزینه های distortions مثل twirl, stretch, animate کنیم. noise gradient را اضافه کنیم. از گزینه random برای random animation استفاده کنیم. ارائه فایل فرم طراحی ساده را که در لینک کد فایلز ارائه شده پیدا کنید. این پرونده را وارد کنید. با استفاده از full effects animate کنید. ارائه کامل شما باید به این صورت باشد. این ویدیو خلاصه پروژه Spoken Tutorial است. لطفاً مشاهده کنید. ما کارگاه آموزشی استفاده از Spoken Tutorial ارائه می دهیم و گواهی نامه نیز می دهیم. لطفاً سوالات خود را به این انجمن پست کنید. بودجه پروژه Spoken Tutorial توسط NMEICT MHRD دولت هند تامین می شود. شبنم اقبال به همراه تیم انیمیشن Spoken Tutorial از IIT بمبی با تشکر از شما.